قبل از اینکه بخوایم درباره ارزهایی که میتونیم با اونها در متاورس زمین بخریم صحبت کنیم، بهتره در مورد متاورس اطلاعاتی داشته باشیم. متاورس یه اصطلاح علمی تخیلی نیست. این تکنولوژی میتونه زندگیمون رو در آینده تغییر بده. همونطور که یه روزی تلفن‌های هوشمند تخیلی محسوب می‌شدن، الان ممکنه که متاورس برای ما تخیلی به حساب بیاد. افراد این دنیای دیجیتال رو به عنوان فضای مشترک مجازی میشناسن که به واقعیت مجازی در اینترنت مشهوره. این احتمال وجود داره که متاورس بتونه دنیای ما رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به کاهش قیمت 18% زمین‌های متاورس بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. متاورس چیست؟ متاورس رو میشه ترکیبی از واقعیت مجازی، ویدیو و غیره دونست که کاربران میتونن با استفاده از این ترکیبات در کنار هم در اون دنیای دیجیتال زندگی کنن. طرفداران این سبک زندگی پیش بینی میکنن که در آینده کاربران میتونن در متاورس کار کنن، کنسرت برگزار کنن، به صورت مجازی سفر کنن و به معنای واقعی کلمه زندگی کنن. این روزها متاورس در دنیای کریپتوکارنسی بحث داغیه. احتمالاً شما همین تصور رو داشتید که متاورس نیازی به کریپتوکارنسی نداره. اما در واقع وجود توکن‌ها و رمزارزها به پایه‌گذاری اقتصادی مجازی در این دنیا کمک می‌کنه. متاورس دنیای پیچیده‌ای داره و برای صحبت درباره‌اش به زمان زیادی نیاز داریم. پس بهتره الان یه سر به ارزهایی بزنیم که میتونیم به وسیله اونها در متاورس زمین بخریم. ارز دیجیتال دسنترالند، یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین ارز دیجیتال در این حوزه ارز ماناست. رمزارز دسنترالند در واقع پلتفرم واقعیت مجازیه که بر بستر بلاکچین اتریوم فعالیت میکنه. ارز دسنترالند بعد از عرضه 24 میلیون دلاری ارز دیجیتال مانا فعالیتش رو آغاز کرد که این اتفاق در سال 2017 افتاد. این ارز دیجیتال برای بازی دسنترالند به وجود اومد. این بازی کریپتویی در حال پیشرفت روزافزونه. ارز دیجیتال سندباکس، این ارز در بستر فضای مجازی و مبتنی بر بلاکچینه. ارز دیجیتال سندباکس تونسته بستری غیر متمرکز رو با استفاده از امکانات خودگردان غیر متمرکز و توکن‌های NFT ایجاد کنه تا گیمرها بتونن درآمد خوبی از اون کسب کنن. سندباکس قصد داره تا بلاکچین و دنیای بازی‌های مجازی رو ترکیب کنه و کسب درآمدی خلاقانه رو رقم بزنه. توکن سند و توکن اسیتس از مهمترین توکن‌های پلتفرم سندباکس محسوب میشن. کاهش 18% زمین‌های متاورس. بر اساس آخرین آمارهای به دست اومده، قیمت زمین‌های مجازی که در پلتفرم‌های فعال در زمینه متاورس فروخته میشن
در طی یک ماه گذشته حدود 18% کاهش پیدا کرده. بنا به گزارشات کریپتو نیوز از کارگروه فناوری اطلاعات سایبری و بر اساس داده‌های پلتفرم متامتریکس، میانگین قیمت زمین‌های متاورس در حدود 30 پلتفرم مثل دسنترالند و سندباکس حدود 18% کاهش پیدا کرده و از اوج 10,473 دلار به قیمت 8,945 دلار رسید. قیمت زمین‌های متاورس کاهش پیدا کرده. این در حالیه که ارزش توکن‌هایی که با این پلتفرم‌ها در حیطه متاورس در ارتباط بودن هم در 6 ماه گذشته کاهش پیدا کرده. برای مثال قیمت ارزهای مانا، سندباکس و اکسی اینفینیتی حدود 55 تا 65% از اوج قیمتیشون در نوامبر فاصله داره. لازم به ذکره که میانگین قیمت خرید این زمین‌ها در ماه مارس در قیاس با سال قبل حدود 4 برابر بیشتر شده. قیمت زمین‌های پلتفرم‌هایی مثل سندباکس و دسنترالند و بازی فلاف ورلد در مدت زمان یک ماه اخیر بیشترین سقوط خودش رو تجربه کرده و به ترتیب 49، 23 و 44% کاهش داشته. با اینکه ارزش دلاری زمین‌های متاورس در ماه گذشته کاهش داشته، سرمایه‌گذاری یک ساله می‌تونه بازدهی بهتری نسبت به خرید و نگهداری اتریوم در همین مدت زمان داشته باشه. تا آخر ماه مارس بازدهی سرمایه‌گذاری در این زمین‌ها حدود 2.6 برابر از اتریوم بیشتر بوده. این در حالیه که قیمت این زمین‌ها در ماه گذشته کمتر، اما قیمت اتریوم بیشتر شده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید شما کدوم روش سرمایه گذاری رو انتخاب می کنید. آیا متاورس میتونه در آینده پیشرفت چشمگیری داشته باشه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.